بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوندی مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان، محترمان، همراهان خوب برنامه زنده و مستقیم روشن. امیدوارم عزیزان در هر کجایی که هستید صحتمند، سلامت، جانجو رو تیار باشید. بزرگواران، همطور که میدونید روزهای سه شنبه مجری محترم خانم ظهوری مهمان خانه های پر از مهر و محبت شماست، اما امروز استثنان بنده در خدمت شما عزیزان هستم و بسیار بسیار خوشحال هستم که قسمت از من شد تا در خدمت شما بزرگواران باشم. در خدمت کارشناس محترم هستیم، خانم حسنزاده بزرگوار، و بحث و گفتگو رو باشن آغاز میکنم. سلام علیکم خانم حسنزاده، بسیار بسیار خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمی که برنامه رو میبینن. انشالله که در هر کجا هستن جور و صحتمند باشن. انشالله. تشکر از شما بینندگان عزیز. قبل از اینکه بحث و گفتگوی امروز را آغاز بکنیم با کارشناس محترم خانم حسنزاده بزرگوار، شماره تماس برنامه مثبت 964-780-255-43 در شما بزرگواران از یاد نمیبرید. همین الان هم میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوع برنامه دارید و یا از کارشناس محترم دارید میتونید که روان بکنید، و یا ای که اگر کدام انتقاد یا پیشنهاد دارید هم بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما را ببینیم. در فضای مجازی هم حضور داریم، میتونید که انشاءالله از طریق لایو فیسبوک هم برنامه خودتان را ببینید، نظرات خودتان را کامنت بکنید، و یا از طریق آپارات یوتیوب و دیگر فضای مجازی برنامه خودتان را دنبال بکنید. تشکر از شما. خانم حسنزاده بزرگوار، بحث در روزهای سه شنبه که در خدمت شما از بزرگوار هستیم موضوع است که چه عوامل بیرونی بر خانواده تأثیر گذار است. چون بسیاری از مواقع است که من به عنوان پدر یا مادر تصمیم میگیرم که برای اولاد خودم یک تربیت صحیح داشته باشم، یک فرزند خوب، یک مسلمان و یک شیعه راستین تربیت بکنم که انشالله در مسیر درست قرار بگیرن، اما گاهی اوقات دست از من نیست، دست عوامل بیرونی و خارجی است که تأثیر خودم میگذارن و خانواده و فامیل از من ممکن از او هدفی که من مد نظرم قرار دادم یا از او جریانی که من مد نظرم است که حرکت بکنم مسیر را منحرف میسازه. در مورد این مسئله میخوایم که بیشتر با بینندگان محترم صحبت بکنید، و یا اگر که یک اشاره بسیار کوتاه به مباحث گذشته داشته باشین برای دوستای عزیزی که تازه به جمع از ما پیوستن بسیار خوشحال میشم. بله، موضوع برنامه ما همونطور که شما فرمودین نظام خانواده و تاثیر و عوامل بیرونی که ما در جلسات قبل در مورد دخالت اطرافیان، حال ای اطرافیان خویشاوندان نزدیک باشن یا خویشان دور باشن فرقی نمیکنه، ما اینا رو صحبت کردیم که در زندگی مشترک یک فرد ممکنه یک دخالت های رو انجام بدن، یا نقش دوستان رو ما بیان کردیم، همسالان، گفتیم در خانواده اینها تاثیرگذار هستن، و جلسه قبل هم در مورد تاثیر و شغل و همکاران بود که باعث می شد که از عوامل بیرونی و خارج از هسته مرکزی خانواده هستند، ولی در خانواده اینها تاثیرگذار هستند. ما گفتیم، ولی در این مواردی بود که در جلسات قبل ما خدمت بینندگان محترم عرض کردیم، ولی امروز می خواهیم در مورد تاثیر محیط زندگی و که مثلا روابط خانوادگی انسان چقدر تاثیر داره، من در محیطی که زندگی میکنم، خانواده ما در محیطی زندگی میکنن، این احتمال داره که یک مقداری از ساعت روز رو 100% بیرون از خانه تشریف دارن، در اشتباط مثلا حضور دارن، اینها چه تاثیراتی رو بر خانواده ها میگذاره، یا همونطور که شما خانم بیانی عزیز فرمودی چه تاثیراتی رو بر روی اولادهای ما در تربیت اولاد میگذاره که اینها از عوامل بیرونی هستن که بر خانواده تاثیر هستن، و در فراینده چی در خود بین زن و شوهر تاثیر گذار هستن، یا در فرایند تربیت این زن و مرد بر روی فرزندان آنها تاثیر گذار هستن. حال محیطی که میگم تاثیر داره، چیزایی که انسان از خارج از خانواده میگیره و در خانواده تاثیر داره، ممکنه گفتار باشه،
فرهنگ باشه، حتی زبان باشه که اون محیط در اونجی مثلا صحبت میکنن، یا نگرش اونها باشه بله. یا مثلا توقعات و انتظاراتی که جامعه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم در خانواده انسان تأثیر گذاره، و حتی انگیزه های مینویی که در یک خانواده مثلا شاید تربیت درستی شده باشه به اولادها، ولی تلاش ها و انگیزه های او اولادها به سمت میره که او جامعه داره در اونجا حضور داره. پس اینها از عواملی است که ما باید دقت کنیم و در خانواده هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. یک مطلب دیگه ای که از امروزه جهان مثلا طوری شده که مهاجرت و تغییر محل زندگی به سبب حال مثلا لحاظ فرهنگی بعضی ها مهاجرت میکنن، یا شرایط سیاسی و اقتصادی جوری است که باعث میشه که از شهر رو و حتی از حال از محله خو از شهر خو و به صورت کلانتر از کشور خود مهاجرت های صورت بگیره. بله. اتفاقا سوال بسیار بسیار مهم است که شاید ذهن بسیاری از بینندگان محترم از ما را هم درگیر کرده باشه. اگر اجازه بدین که من یک تجربه را از یک خانومی که در یک جای خانم برای شما میگم و بعد بسیار عالی شما در مورد این مسئله برای بینندگان از ما صحبت بکنید. یک خانومی میگفت که ما در کشور خودمون که زندگی میکردیم، زندگی ساده و نه زندگی بسیار پایین و نه بسیار بالا داشتیم، یک خانواده بسیار عادی داشتیم و یک اولاد 15 ساله داشتم و بعد ما به یک کشور دیگه مهاجرت کردیم. خوب ما مهاجرت کردیم، امید داشتیم که شرایط بهتر شد و اولادم درس بخونه و محیط فرهنگی تر به دانشگاه دسترسی پیدا بکنه، شاید یک آینده بهتری برای خودمون بسازیم. اگر از نگرانی هایی که معمولا مردم در کشوری از ما افغانستان دارن، اگر از فقر و گرسنگی است، اگر از کمبود امکانات است، خلاص شویم دیگه. امید ما به آینده بود که در اون کشور دیگه یک زندگی بهتر داشته باشیم. اما متوجه شدم که بعد از یک مدتی که اونجا هستیم دیدم شرایط زندگی بسیار سخت است. ما و همسرم مجبور بودیم که از صبح تا بگار به سر کار بریم که خرج خانواده را در بیاریم و نان داده بتونیم خانواده را، چون یک نفر به تنهایی نمیتونست که خرج خانه را فراهم کنه. باز ما متوجه شدم که بعد از چند مدت که ای اولاد 15 ساله از من، پسر 15 ساله از من به مکتب نمیره و بدونی که به من چیزی بگه به مکتب نمیره و وقت خودش را در دیسکو، در پاردی، در جاهایی که حتی خود اولادای مردم خارج شاید در اونجا نمورن، ولی اولاد از من میرفت و یک کارهایی را انجام میداد که نه در عرف بود و نه در دین بود و من بسیار نگران و ناراحت بودم از اینکه اولاد از من کار انجام میده. باز من سعی میکردم که او را به هدایت بکنم، راهنمایی بکنم، او کار را بکن نکو، گوش نمیکرد به عید از من و حتی پرخاش میکرد. کار به جایی رسیده بود که من و پدرش یک جای میشدیم، او یک جای دیگه، ما با هم او گفته رأی بود و ما هم گفته رأی بودیم، پرخاش میکردیم، یا که حتی پدرش او را لتو کوب میکرد، ولی تاثیرگذار نبود. چند وقت دیگه گذشت، دیدم که این در دیسکو نموره، در پاردی، در جاهای دیگه نموره، او کارهای خلافی که میکرد کنار گذاشته، اما از صبح تا شب در خانه میشینه و در دیوار خالی نگاه میکنه. یک حالت افسردگی برش ایجاد شده، رفتارهای عجیب از خودش انجام میده که بخی نگران شدم و ایره به روانشناس مجبور شدم ببرم. منظور از من از این سوال است که وقتی که ما مهاجرت میکنیم به یک جای دیگه میریم، امید از ما است که یک زندگی بهتر بسازیم، اما متاسفانه گاهی اوقات عوامل متعدد دست به دست هم میدن تا اولاد از من که در افغانستان و رجای یا در کابل، در قندار، در یک حتی در یک قریه یک زندگی عادی و آرام داشت، یک اولاد سربراه بود، ما را در یک جای دیگه یک کاری را ممکنه بکنه که حتی بخی اولادایی که از خود مردم اون منطقه هستن او کار را انجام نمیدن. چرا؟ چه اتفاق میفته؟ این تغییر محیط، این مهاجرت چه تأثیری بر روح و روان اولاد از من و خانواده از من میگذاره که چنین نتیجه فاجعه بار خدای نکرده ایجاد میشه؟ احسن، بسیار مطلب به جای رو اشاره کردیم. واقعا الان متاسفانه در بین ما مردم افغانستان ما همچین موارد خیلی زیاد است و پرسش هایی هم در همین موارد میکنن. بله، این تاثیر فرهنگ، آداب، رسوم، اینهایی
که به قول شما در افغانستان به یک سبک و به یک شکل بوده، شاید مشکل این خانواده یک چیز بوده، غم گرسنگی و مشکل اقتصادی بوده بله. یا از لحاظ مطلب مثلا پیشرفت نداشته، ولی در کشور اروپایی رفته با امید بهتر شدن زندگی، مشکل از چندین برابر شده. اینها همه تأثیراتی و مضراتی هست که فرهنگ و او جامعه بیرونی حتی قوانین کشورهای اروپایی بر روی فرزندان ما میگذاره. ما میتونیم بگیم که باید دقت کنن خانواده ها محترم که جامعه و محلی که برای سکونت خود خود و اولادهای خود انتخاب میکنن از لحاظ فرهنگی و موقعیتی اخلاقی یک جامعه باشه که سازگار با روحی از اینا باشه بله. یک جوری نباشه که کلن با دین اعتقادات و تمام مذاهبی که مذهبای مثلا دینی و نکات اصیل دینی و سنتی که دیشتن کاملا متفاوت باشه و این باعث میشه که بخصوص حالی ممکنه بر روی بزرگان کمتر تأثیر بگذاره، ولی بر روی کودکان و نوجوانان خیلی تأثیر میگذاره. همونطور که ما از جامعه تأثیر میپذیریم، مطمئنم بر روی جامعه هم تأثیر میگذاریم. این رابطه متقابل یک جوری نیست که بگیم نه من از جامعه تأثیر میپذیرم ولی من تأثیرگذار نیستم. نه، تمام کارهای انسان که انجام میده، ما میگیم که خانواده یک جامعه کوچکی رو میتونن تشکیل بده، بعد همه افراد جامعه هستن که وارد جامعه میشن و جامعه کلانتری رو میتونن تشکیل بدن. ممکنه من سالها بر روی فرزند خود تربیت ای زحمت کشیدم، جگر خونی کشیدم بله. چون از هیچ پدر مادری والدین نمایان که فرزند اینا اولاد اینا جوری تربیت بشه که بعدن باعث بشه که دچار مشکلات روحی روانی بشه و حتی ارزش ها و هنجارهایی که ملاک دین و مذهب از اینا بوده اونا رو پایمال کنه. ولی مهاجرت متاسف بعضی وقتا همچین اتفاقی رو بر روی فرزندان ما میگذاره. ما میتونیم این رو کلانتر بگیم خانم بیانی عزیز، میتونیم بگیم حتی بر روی خانواده های این مشکل رو ایجاد کرده. خب اولین نکته که میتونیم بگیم، خانواده بوده که داشته در کشور خودش زندگی میکرده، اول به صورت زن و شوهر میگه، بعدش اولادهای اونا وارد میشیم. ها یک زن و شوهری بوده مثلا به کشور افغانستان، هیچ شغل خانم نداشته، مرد میرفته سر کار و خانم هیچ شغلی نداشته، فقط به امور اولاد و خونه میرسیده. ولی الان فضا عوض شده، فضا ایجاد شده که با این خانم میره درس میخونه، میره زبان یاد بگیره، یا میره حتی میتونه بگیم سر کار میره. که خب... چاره ای نداره چون خرج زندگی در نمیه یک نفر اصلا. نه مثلا من کشورهای اروپایی میگیم که کلا شرایط عوض شده و وظیفه ای خانم است که بره به سر کار. خب ای باعث میشه که، ولی بعضی از همیشه اینجور خانواده ها به صورت کلی نمیگه، ولی بروی بعضی از خانواده ها ای میگه که من که الان کار خود میکنم، خرج خود در میارم، یعنی کلن از لحاظ مالی برای خود خوده که مشکلی ندارم. پس ای لزومی نداره که پایگاه خانواده رو حفظ کنم. متاسفانه ای کوته بینی ها حتی نهاد خانواده رو از هم پاشنده، چون ارزش هایی که به کشور خودیشته اونها رو دیگه الان ارزش نمیدانه، حتی ضد ارزش میدانه، چون فرهنگی که داره اونجا رشد میکنه این سبک ارمایه. خب پس میگه دیگه من الان مثلا نیاز نیه خانواده رو حفظ کنم، حتی باعث شده طلاق هایی بیانجامه. من وقتی مطالعه میکردم به یک نکته خیلی جالب رسیدم. تحقیقات میگن میزان طلاق در بین افراد مهاجرت که در کشورهای اروپایی رو کردن از همین همشهری های ما چند برابر میزانی است که در کشور خودشون بودن. یعنی همه مهاجرت باعث شده که خانواده ها از هم بپاشه. پس نگیم که اجتماعی که ما مهاجرت میکنیم بر روی خانواده ما تاثیر نداره، 100% تاثیر داره. حتی میگن طلاق ها، آمار طلاق ها رو برده بالا. و جالب اینجا که وقتی بررسی کردن این آمار رو دیدن در بین جوامع به چند نکته رسیدن. اولین نکته تغییر ساختار خانواده سنتی و از خانواده که سبک اروپایی به قول ما داره کاملا متفاوت بود. یعنی به یک شکلی بود که جایگاه پدر تضعیف میشد. تضعیف شدن جایگاه پدر به عنوان یک سرپرست خانواده به خاطر چی بود؟ به خاطر ای بود که بقیه اعضای خانواده خود اینا نوناور شده بودن و فکر میکردن سرپرست خانواده چون او رشدی که لحاظ خانوادگی برسن نرسیده بودن، یا او کشور مطبوع اینا رو باعث شده بود که به این رقم در بیاره. میگفتن الان دیگه زن خودی کار میکنه، نیاز
نداره که مثلا به حرف شوهر گوش کنه، یا فرزندان خود اینا کار میکنن، پس لازم نیه که بخوان از پدر خواهر شنوی داشته باشن. همه باعث میشد که چیزی که پایگاهی که پدر در خانواده در کشور خودخودیش دیگه از این چی از دست بده. یعنی یک خانواده وقتی میخوای مهاجرت بکنم ایره باید بپذیره و پی بطن خودش بماله که وقتی من در یک کشور دیگه میرم ساختارها عوض میشه. اگر من یک پدر مقتدر هستم به شیوه سنتی خانواده خودم مدیریت میکنم، بفهمم که در کشور دیگه او شیوه دیگه جواب نمیده، من باید دنبال راهکارهای دیگه برای مدیریت خانواده باشم. یک مطلب دیگه، حتی قوانین او کشور شاید اجازه نده که من او پایگاه قبلی که در کشور خود داشتم در کشور دیگه که مهاجرت کردم انجام بدم. خب این از بحث خود خانواده و بحث زن و شوهر بود که مثلا باعث میشه جایگاه مرد تضعیف بشه. خب به طریق اولا وقتی که در نزد زن که خود سر کار رفت، نهاد خانواده رو زیاد بهش ارزش قائل نشد، تضعیف شد، باعث میشه که اون فرزندان هم او رو سبک جدید رو بپذیرن و به جای اینکه بیان از پدر خواهر شنوی داشته باشن بگن که این تا کشوری من در زندگی میکنم که اصلا همه مثلا خود اینا مستقلم، من بیام او وقت از خانواده خود حرف شنوی داشته باشم برای من عرف جامعه بد میگن. باز یک رقم هم هست خانم حسن زاده عزیز، وقتی که با او کشور جدید میرن ناخودآگاه یک حس تحقیر در همه اولادا ممکنه وجود داشته باشه، مقایسه میکنن پدر و مادر از من چه رقم از چه لباسای میپوشه، چه فرهنگی داره، بعضی مردم دیگر نگاه میکنه قطعا ثروتمندتر هم هست، از لحاظ مالی هم وضع خوب دارن و حس تحقیر داره. وقتی که همین حس تحقیر برش ایجاد شد دیگه نمیتونه که به حرف پدر و مادر گوش کنه. احسن همین ما میخوایم بگیم بحران هویت پیش میآید، که یعنی فرزند یک اجتماعی جدید میخواد خود سازگار کنه، هنجارهای جدید، ارزشهای جدید، ولی در با اتفاقات جدید این فرزند میخواد خود سازگار کنه با او، ولی با فرهنگ اصیل اجتماعی که قبلا داشته یا فرهنگ اصیل دینی که قبلا داشته، حتی ارزشها و فضایل اخلاقی که قبلا در خانواده زندگی میکرده و هم رای اون رو داشته زندگی میکرده کاملا ممکنه متضاد باشه. بله. و همین بحران هویت ایجاد میشه. دقیقا. خب ولی این فرزند خود خورمایی به چه سمت ببره؟ به سمت ببره که به سمت سوی همون دوستان خوب باشه، اطرافیانی که در اون جیب در اون اجتماع همون سمتی که احساس میکنه خوب برتر است دیگه. احسن و قطعا همون اطرافیان دوستان و کشور جدید اگه برتر نمود که ما در اینجا نمی آمدیم. احسن. حتی ما میتونیم بگیم ای که بس برتری و اینها که در خانواده از عوامل بیرونی هستن تاثیر میگذاره و خانواده رو تضعیف میکنه، یک نکته دیگه حتی به زبانی که حرف میزنن اولادها مثلا به کشورهای دیگه میرن به زبان خارجی حرف میزنن و بره. زبان پدر و مادر خب بسیار حرف نمیزنن، بیشتر به زبانهای حرف میزنن که او کشور حرف میزنه. همه خودی باعث میشه که او پایگاه خانواده تضعیف بشه. یکی از علل و عواملی هست که در خانواده تاثیرگذاره، چون این هم میگه که دوستان و آشنایان ما همه به زبان خارجی حرف میزنن. خب این خود ارتباط کلامی رو بین والدین و فرزند کم میکنه. خب وقت ارتباط کلامی نباشه چرا قما میتونیم که توقع داشته باشیم که اولاد از حرف والدین بکنه و تحت تأثیر تعلیم و تربیت والدین باشه. بسیار تشکر از شما. اگر اجازه بتونید خانم حسن‌زاده بزرگ یک میان برنامه کوتاه را ببینیم و باز در خدمت شما خواهیم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 شماره تماسی است که به شما عزیزان اختصاص داده شده. شما میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکاران از من سوالات خودتان رو در میان بگذارید. اگر سوالی از کارشناس محترم برنامه دارید حتما همین الان روان بکنید، سعی میشه در همین برنامه به سوال شما عزیزان پاسخ داده شود. یک میان برنامه بسیار کوتاه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست، دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست؟ تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست، بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست.
برای ظالمان و کافران و ثروت‌اندوزان، مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست؟ صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما، اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست. گناهان قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما به جز حس خجالت نیست. سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست. خدای مهربان هم در فرج تأجیل خواهد کرد، به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست. آقا، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است، کاسلیسی در خانه تو کار من است. دانم ای دوست که بی ارزشم و بی قیمت، ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است. بگذری گر شبی از گوشه سجاده من، بنگری آه جگر سوز فقط یار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی بعد یک عمر دیگر نوبت دیدار من است. ای عزیز همه عالم، تو خودت می دانی کولباری ز گنه تحفه بازار من است. پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی، پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی. کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم، گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما دوستان و محترمان. شما عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم حسنزاده بزرگوار هستیم. خانم حسنزاده، ما در مورد مهاجرت بحث میکنیم و شما فرمودید از اینکه چه تأثیرات منفی ممکن که مهاجرت برای افراد خانواده داشته باشه، به ویژه برای اولادا یا خود دو طرف، زن و شوهر که زندگی میکنن. و شاید این سوال در ذهن بینندگان عزیز از ما ایجاد شد، مگر خود خداوند در قرآن نفرمود که علم تکون ارض الله واسعه،
وقتی که شما به استضعاف کشیده شده شرایط سخت دارید، مگر زمین خدا وسیع نیست که مهاجرت بکنید. و این نکته برای بینندگان عزیز بگویم که قطعا ما هم این نکته رو میدانیم که مهاجرت وقتی انسان هیچ چاره ای نداره و هیچ درکی نداره و به استضعاف کشیده شده شرایط زندگی سخت، شاید برای او فرد یا برای خانوادهش بهترین انتخاب و تنها گزینه باشه. اما وقتی تصمیم به مهاجرت میگیریم، باید عواقب مهاجرت را بپذیریم، بدانیم جایی که ما در روز زندگی میکنیم یک شرایط داره و جایی که برایش مهاجرت میکنیم شاید شرایطش بسیار بسیار متفاوت باشد. دانسته به یک جای بریم و دانسته یک تصمیم را بگیریم، قطعا باعث میشه که عوارض و آثار منفی که تصمیم ما ممکن داشته باشه کمتر شده. ما از همین جهتی رو بررسی میکنیم. بله، از جهتی که میخوایم بگیم که عوامل بیرونی هستن، همون مهاجرت که امروز زیاد اتفاق میفته. درسته ما اصل مهاجرت رو ما نفی کنیم، ممکنه مهاجرت خیلی از اطلاعات رو برای انسان زیاد کنه، شرایط خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی یک فرد رو خیلی تغییر بده. اینها نکات مثبت بسیاری داره، ولی ما میخوایم بگیم که این من نکات منفی رو هم در نظر داشته باشن و جوری شرایط رو مهیا کنن و آماده کنن، خصوصا فرزندان خود رو که کمترین آسیب رو ببینن احسن و آگاهی رو داشته باشن نسبت به جایی که همونطور که شما فرمودین دارن مهاجرت میکنن. ما یه جوری هست که گفتیم بحث زبان رو داشتیم، شرایط محسوب کردیم زبانهایی که مثلا نمیتونن اونها به زبان خارجی مثلا صحبت میکنن. مثلا من همین رو برایش یک مثال میزنم. خب در مثلا کسی از افغانستان که به زبان فارسی دری حرف میزنه الان مهاجرت کرده به یک کشور اروپایی، خب حتی با فرزند ما دیدیم همچین افرادی که با فرزندان خود داره به زبان او کشور حرف میزنه. ما میگیم چه لزومی داره؟ اگه شما میخواین ارزش های خانوادگی خودتان را حفظ کنی، چه لزومی داره الان در خانه هست به زبان خودتان صحبت کنی؟ بله. زبان خودش یک وسیله انتقال فرهنگ است. اگر میخوایم که فرهنگمون رو به اولادمون انتقال بدیم، اولین قدم و ساده ترین قدم به زبان خودمون. خب همین به زبان خودتان، شما دیگه درسته شما هم رفتی زمان یاد گرفتی، شما پدر بزرگ و مادر بزرگ و زبان رو یاد گرفتی، سعی کنید در خانه اومدین و این تعهد رو داشته باشین که همه با خود خود همون زبانی رو حرف زنی که در کشور خود حرف میزنی. به زبان دری ما دری زبان هستیم، در خانه با اولاد خود به زبان دری. همین نکته میتونه خیلی کمک کنه به تربیت اولاد در حتی در وقتی در اجتماع قرار گرفت، یک محدودیت رو نسبت به اجتماعی که در روز زندگی میکنه براش ایجاد میکنه. مگه نه که داخل خانه به زبانم خارجی حرف زنی، باعث میشه حتی روابط خانوادگی کم بشه، خانه سردتر بشه. خب نکته دیگه ای که ما مد نظر داشته باشیم، این ویژه فرزندان دختر هست. معمولا در کشور ما افغانستان وقتی حضور دختران در اجتماع اگر هست با یک محدودیت هایی است. خب تحت کنترل پدر و مادر است، منظور محدودیت یعنی چیز نیست، به معنی منفیش نیست، بلکه یک نظارت بیشتری دارن پدر و مادر. اون نظارت و کنترل رو به والدین بر روی فرزندان خود دارن، که این نکته خیلی بسیار عالی است برای فرزندان و دختران که بعدن هم میتونه در تربیت اولادهایی که اینا میخوان پرورش بدن و زندگی زناشویی که دختر خانم تشکیل بده باز هم نقش موثری داره. خب ولی در محیط جدیدی که مثلا الان شرایط جدیدی که باز مهاجرت کرده دختر خانم وارد شده، قوانین او کشور و محل زندگی هم ایجاب میکنه که این بود سادگی قبلی نباشه این دختر. یعنی از حتی قوانین این اجازه رو میده در یک کشور اروپایی یک دختر به سن قانونی رسید میتونه جدا از والدین خود خود زندگی کنه. خب و این رو خانواده ها باید مد نظر داشته باشن که چقدر او دختر رو کنترل داشته باشن و نظارت هم داشته باشن که حتی این دختر برای خود خود اجازه نده. یعنی یا حداقل به معنای مثبت اگر بگیم، معذرت میخوام در کلام شما، اگر که پدر و مادر یک رابطه عاطفی را محکمتر بکنن نسبت به اون رابطه‌ای که در افغانستان اون جای داشتن با اولاد خود، بفهمن که اینجا دیگه سنت، انعنات، قوانین بر علیه ما است و ما ناگزیر هستیم که از یک طریق دیگه بر اولاد خودمون و دختر خودمون تاثیر بگذاره. از لحاظ محبت کردن به دختر بیشتر بشه، یا همون نظارتی که دارم به صورت تفریح باشه، یا مثلا ما داریم که مثلا ممکنه در کشور خود خوب بودن تفریحات یا کار، اشتغال یا فشار روی
زندگی و روانی اجازه نمیداد تفریحاتی داشته باشن، ولی الان اجازه شو دارن. خب همین دختر رو با مثلا حتی میره فرزند پسر هم میشن همینجی همین تفریح ها و مثلا خارج از خانه میرن برای گشت و گشتن و اینها، میتونن از خانواده با هم باشن. یعنی او کانون خانواده رو حفظ کنن. اینها خودش باعث میشه که از او انحرافات، از او آسیب هایی که جوان در او کشور ممکنه سراغ او بیاد کمتر بشه. نکته دیگه ای که میتونه نظام خانواده رو حفظ کنه و باز هم از عوامل بیرونی است که تاثیر داره، تضاد فرهنگی که این فرزند ایجاب میکنه، همون ارزش‌ها، باورهای اعتقادی که این فرزند ایجاب میکنه که در کشور خود خود داشته ولی الان میدونه که باید پایبند به اونها نباشه. اگر هم پایبند به اونها باشه براش درد سرساز هست. پس بهتر تشخیص میده که من از این باورهای اعتقادی خود خود فاصله بگیرم، از اون سنت‌های قبلی خانواده خود خود فاصله بگیرم، حتی از آدابی و رسومی که من داشتم الان فاصله بگیرم. خب این خود باعث میشه که یک ضررهایی رو به خانواده بزنه. بله خانم حسن دادم، با توجه به مثال هم که من اول برنامه زدم، همین مسئله تضاد فرهنگی گاهی خود باعث میشه وقتی که اولاد از من جوان است، خام است، نمیفهمه که چه رقم است چه رقم نیست، می میبینه که خوما یک سری فرهنگ های در کشور افغانستان در کشور خودمون داشتیم که عالی میشه به راحتی و فرهنگ ها را او آداب را زیر پای گذاشت و آداب جدید گرفت، ناگهان احساس فری بودن، آزاد بودن برش دست میده. یعنی ما گاهن مشاهده میکنیم اولاد از من نسبت به حتی کسی که خودش در همون کشور خارجی متولد شده یک آزادی هایی را داره و حتی بیشتر از که بیشتر از او. بله او با یک چیزهای پایبند است ولی متاسفانه میبینیم اولاد از من به هیچ چیز هم پایبند است. این همون تضادی که اتفاق شده، دو شخصیتی که ایجاد شده برای این فرزند. خب باید اینجا باز هم سیستم تربیتی خانواده قوی تر از قبل باشه. بعض وقتا پدر و مادر وقتی به او کشور مهاجرت کردن میگن که دیگه ما فقط تا حالا رو فرزند خود کار کردیم، مثلا تربیت درست کردیم، از این به بعد دست ما نیست، ما میخواییم این رو بگیم همونجی هم دست شماه به شرطی که شما بخواید. بله این خواستن حتما توانستند سیستم تربیتی که در کشور خودشتیم همونطور که شما گفتیم عوض کنیم، یک سیستم تربیتی دیگه ای رو که فکر میکنیم که الان مؤثر هست برای فرزند در نظر بگیریم و در سیستم تربیتی که میخواییم در نظر بگیریم برای این فرزندی که مهاجرت کرده و این شرایط رو دیده، یک سیستم تربیتی باشه که اعتماد به نفس و شخصیت این فرزند رو بالا ببریم. بله اصلا دیگه نگیم تو حرف زد بگین تو نمیفهمی، ساکت باش، حرف ما این چی دیگه، یه حرفا جواب نمیده، حتی به ضرر خانواده. بله. تمام میشه. این از نکاتی است که در بحث مهاجرت ما بیان کردیم. خب حالا همیشه ما میگیم که بحث مهاجرت ممکنه نباشه، مثلا حتی ممکنه که به یک محیطی که میخواد انسان زندگی کنه داخل کشور خود ما افغانستان باشه، حالا شرایطی پیش اومده که از شهر خوب شهر دیگه گرفته، بازم همون یک آداب و رسوم خاصی داره. بله. مثلا یک متفاوت هست، مثلا به خاطر شرایط شغلی خانواده یا به خاطر شرایط بهتر بودن فرهنگی فرزندان باعث شده از یک شهری خانواده مهاجرت کنه به یک شهر دیگه و در اون شهر زندگی کنه. باز هم ما این چی میگیم او که با سرز کلان گفتیم از این قاره به این قاره یا از این کشور به این کشور، ولی اینجا هم میگیم خوب است که این خانواده آداب و رسوم خود خور نگه داره. و جالب اینجه در هر کجای دنیا باشه، کسی اگه خودی برای خود مثلا کسر شر ندونه بخواد آداب و رسوم و فرهنگ و ارزش های خود خور نگه داره، هیچکی برای او مثلا به اونا توهین نمیکنه که بگه یا لاقل در خانه خود که میتونن نگه دارن، اگه در بیرون از خانه نمیتونن در خانه خود خود. حالا نمیگیم نوع پوششی که در مثلا کشور خود خودشته بیاید در اروپا هم همون نوع پوشه، ولی میتونه به قول شما در خانه خود خود همون نوع پوشش داشته باشه، حتی در گفتار خود میتونه همون گفتاری و لحن صمیمیت و با احساس و عاطفه بودنی که داشته، اینها میتونه در خانه خود به جای اون روابط سرد خانوادگی در اون کشور رعایت کنه. خب
پس والدین باید حتما این نکته رو دقت کنن. محیطی که برای زندگی فرزندان خود انتخاب میکنن اول اینکه سالم باشه. اگه خدای نکرده ناسالم بود، بتونن سیستم تربیتی خود عوض کنن و حتی محیط های ورزشی. ممکنه یکی بگه من مدرسه خوب برای بچه خود انتخاب کردم، یعنی مدرسه اینا خوبه، هم پای ارزش های اسلامی رعایت میکنه، ولی محیط ورزشی که داره میره او دیگه دستم نیست. ولی ما میتونیم بگیم اگه ضرورت نداره از همون محیط ورزشی او رو حذف کنه، چون به صلاح او مثلا حرفه ورزشی رو یاد نگیره شاید به ضرر او آنچنان نباشه، ولی اگه روح روان این فرزند خراب شد بعدن به ضرر او هست. ما در آموزه‌های اسلامی خیلی تاکید شده به خصوص بر روی پدر خانواده که باید محیطی رو، چون معمولا سرپرست خانواده پدر خانواده است و او هست میتونه محیطی مناسب رو برای فرزندان خوب انتخاب کنه. میگم والدین حتما باید تلاش کنن فرزندی رو تربیت کنن که در محیط سالم باشه، چون محیط سالم خیلی رو روح روان فرزند تاثیر میگذاره. خب ولی بعضی از خانواده‌ها که نادیده میگیرن این تبعات رو، مطمئنا تبعات خیلی مضری برای خانواده ها وارد میشه. ما داریم حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمایند حق فرزند بر گردن پدرش. این چی داره تاکید میکنه؟ برای یعنی پدر خانواده و سرپرست خانواده. نام نیک بر انتخاب کنه، خب او رو به خوبی ادب کنه. خب اینا رو که شاید مثلا زیاد مورد بس نباشه، ولی او رو در مکان و موقعیت شایسته و صالح قرار بده. یعنی پدر و خانواده دقت کنه فرزند خود به کجا داره میذاره. حتما در خانه نباشه تربیت. بعض وقتا فکر میکنه ما در خانه خوب تربیت کردیم، بیرون از خانواده به خانه رفت دیگه او خوب تربیت شده. ما میگیم عوامل بیرونی در خانواده تاثیر گذاره. پس جای و مکانی انتخاب میکنی خیلی تاثیر گذاره. حتی ما میتونیم بگیم همسایه هایی که در اطراف انسان زندگی میکنن بر روی تربیت اولاد انسان تاثیرگذار هستن، چون به صورت خانه‌ها ما با اینها در ارتباط هستیم. مثلا مردم جامعه، حالا بگین که مطب خوب بود، خانه خوب بود، خب او جامعه بالاخره به چه میره خریدی بکنه؟ بیرون از او جامعه هست دیگه. بله در ارتباط هست. دقیقا شاعر میگه پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. احسن. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی مردم گرفت و مردم شد. احسن. بسیار نکته خوبی رو اشاره کردی. ما همین بهترین مورد که همین رو می‌خواستیم بگیم که داستان ما داریم، داستان‌های زیبایی در قرآن. درست. خب مثلا مثلا خب در حد 2 دقیقه اگر یک جمع بندی بفهمم برای همین داستان. باشه. ما میگیم که پس موقعیت رو پدر خانواده باید جوری قرار بده که محیط مناسب باشه. اگه هم میگیم محیط تاثیر نداره، بهترین نمونهش همین داستان حضرت پسر حضرت نو است. خب مطمئنا حضرت نو پسر خودشون رو بسیار خوب تربیت کرده بودن، ولی یک اشکالی که داشت که این با همراه دوستان ناباب یا همون گمراهان و منحرفی باعث شد که به کشتی سوار نشه و نجات پیدا نکنه، چون دلیل سوار شدن بر کشتی ایمان بود که ایف باعث شده بود که ایمان نشو حفظ نکنه و حتی ایمان نیاره. و او هم تاثیر همون جامعه که در او زندگی میکرد بود. خب ما بهترین مکانی که میتونیم برای فرزندان ما انتخاب کنیم که یک فرزند روش پیدا کنه، که در قدیم در کشور ما خیلی زیاد بود، الان هم هست ولی بسیار کم شده، مکان پرورشی که اول فرزندان رو انتخاب میکردن مساجد بود. این مسجد رفتن فرزندان رو خیلی اهمیت قائل بشیم، که یعنی هم سلامت روحی روانی اونا تاثیر داره، هم به اعتقادات دینی. و ممکنه یک مثلا والدین بگم ما به چه خوب مسجد میبونیم، ولی به چه نماز خوان که نیست، نماز برای واجب نشده، چه تأثیری داره؟ میگم همون محیط معنوی مسجد باعث میشه که در روح و روان فرزندان ما تأثیر مثبت بگذاره، اگرچه این فرزند به سن تکلیف نرسیده باشه، یا حتی میتونه مراکز و کانونهای فرهنگی مناسبی که بر روی تربیت فرزند مثبت اثرات مثبت دارن انتخاب کنیم. مطمئنا خانواده ها در جریان باشن، همونطور که باعث میشه که این مراکز و کانونهای فرنگی و مساجد که عوامل بیرونی از اون خانواده هستن مطمئنا بر روی فرزندان ما تاثیر مثبت دارن و فرزندان صالحی میشن که برای همه خانواده موثر واقع بشن.
بله. و باز در هر جایی که مسلمان ها باشن قطعا از این مراکز هم پیدا میشه، شاید یک مقدار سخت‌تر باشه، راهش دور باشه. بله. ولی بالاخره میارزه که سخت‌تر انسان بجان بخره برای که اولادش برای راست هدایت شون ان شاء الله. بله. خب بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم حسن‌زاده بزرگوار، بسیار استفاده کردم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه زنده مستقیم روشنا بودید. عزیزان و بزرگواران، شماره تماس مثبت 964-780-255-43 هم که فراموش نمی کنید. ما بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما عزیزان و دوستان را ببینیم و انشالله قطعا سعی میکنیم که نظرات شما را در برنامه اعمال بکنیم. با امرای کارشناس محترم برنامه سرکار خانم حسن‌زاده از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. برای شما عزیزان خیر و خوشی و خوشبختی و سعادت آرزو میکنیم. در پناه خداوندی مهربان باشید. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.